سلام گرم من و همکارانم رو از رادیو پژواک دوست پذیرا باشید. در شامگاه یک شنبه 22 بهمن 96 برابر با 11 فوریه 2018 با پخش قسمتی دیگر از برنامه حلقه های مفقود مهمان شما دوستان و همراهان عزیز هستیم. آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. بیان در اصل ابزاری است جهت رساندن نظر و اندیشه‌ای به دیگران و مفهوم این اصطلاح یعنی آزادی بیان در اصل نبودن هر گونه محدودیتی چه قانونی یا شرعی برای اظهار عقیده و ابراز اندیشه است. در اشکال زبانی و غیر زبانی، آزادی بیان معیاری اساسی و ریشه‌ای برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر شده و می شود. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که در آن انسانها در بیان عقیده خود آزاد باشند، به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. در مورد حد و مرز آزادی بیان بحث‌ها و مجادلات زیادی وجود دارد و دلایلی برای محدود کردن این نوع آزادی مطرح می‌شود، به طور مثال ضررها و زیان‌های آزادی بی حد و حصر در جامعه. اما در هر صورت مشخص و واضح است که آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری بوده و از اجزای اصلی دموکراسی می‌باشد. آزادی بیان با کرامت انسانی رابطه حیاتی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی می‌کند. و اما سوال اینجاست که جایگاه این نیاز ضروری بشر که در جوامع مدرن و آزاد امروزی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، در تعالیم و دستورات دینی کجاست؟ در خدمت استاد بروجردی، کاشف توحید بدون مرز هستیم. ایشان در سال 2005 مجموعه‌ای با عنوان رساله آزادی منتشر نمودند که در آن در مورد آزادی‌های اشاره شده در دین با اسناد و مدارک معتبر به خوبی بحث و تحلیل شده بود. همراه شما عزیزان، درود می‌فرستیم بر شما جناب استاد. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، مخاطبین گرامی و شب نشینان عزیز.
بحث آزادی خیلی گسترده است، خیلی مهمه. در مبحث آزادی زیاد روی شده، کمکاری شده، افراط و تفریط. در ادیان برای آزادی اهمیت قائلن، ولی اجرایش مهمه. در همه جا منشور آزادی هست، ولی اینکه بهش عمل میشه مهمه. در کتاب آسمانی مسلمین 5 جا آزادی مهم داده شده. این که میگم مهم یعنی به مخالفین خود خدا داد، اگر منتسب به خدا باشه. به شیطان آزادی مطلق داده که هر کاری میخواد بکنه، هر نوع فعالیتی، امکانات هم بهش داده، شارژش هم کرده. به گردنکشان هر زمان امکانات داده. تاریخ رو که نگاه کنید از ناحیه خداوند ساپورت شدن. خدا آزادی رو داده به مخالف خودش، ولی خب این آزادی در تعارضه، به قول ما دچار اختلاف ثبت و سند شده. از این طرف آزادی داده به قدرتمندان از جمله شیطان، اگر اون شیطان صحیح باشه با تفسیر دین. از این طرف هم میگوید که هر کس اطاعت از شیطان کنه مجازات میشه. این چجوری ممکنه؟ تحلیلش آزادی یعنی حق تنفس در همه چیز، آزادی مشاغل، هر کس دلش میخواد شغلی داشته باشه، در شغل خودش آزاد باشه که منافع خود را به دست بیاره. آزادی اندیشه این که هر کس میخواد یه فکری داشته باشه، فکر به قلوب زنجیر نباید کشید، و کشیدم نمیشه، دست و پا رو میشه بس، فکر رو نمیشه بس، چون فکر پرانه میپره، مستره فکر خیلی زیاده. آزادی قلم، انسان دلش میخواد بنویسه، مردم نیاز به یک سری نوشتارهایی دارن. ضد آزادی خفقانه. متاسفانه ادیان در زمان غیبت خودشون عامل خفقان شدن، در عین اینکه آزادی رو اشاعه دادن. این که میگم عدم تطابق اینه. از این طرف آزاد گذاشتن فعالیت های تخریبی رو، از این طرف میگه اگر فریب خوردی مجازات میشی، دستتو قطع میکنن، شکنجه میشی. خب وقتی اون آزاد گذاشتی، این یک کار میکنه، بعد تو میخوای مجازاتش کنی. سگ رو واز میکنی آزاد میذاری، حمله میکنه، بعد سنگ رو میبندی، میگی سنگ رو نزن تو سرش. شیطان از مسیر غرایز وارد میشه، آزاده برای
اقوای انسان، برای مبارزه با آدم، برای به زمین زدن بشر. از این طرف انسانی که زمین میخوره باید کتک بخوره، یعنی دقیقا دو بار مجازات میشه بشر. یه بار از ناحیه عدم توازنی که در مقابله با شیطان داره، تو به شیطان امکانات دادی، اقتدار دادی تا پوست بشر رو بکنه، از این طرف هم بشر اگر مغبون شد باید حدود شرعی برش پیاده بشه. همطور در همه مجاری ما تناقض داریم در آزادی، در همه جا، همین که وجود انسان‌ها در اسارت، در همه مرزوبوم ها اسارت همه چیز، اقتصادی، اعتقادی، اعتباری، اجتماعی، امنیتی، در همه گویای آن است که بشر در زنجیره است از مراتب ضد آزادی. آزادی رو دنبال میکنیم با دارت المعارف ظهور، که در این آزادی ها انسان به جایگاه شایسته خودش برسه. خدا نگهدار. با تشکر از استاد بزرگوار و همینطور شما شنوندگان عزیز، برنامه امشب حلقه های مفقوده رو به پایان میرسونیم. این برنامه روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته رأس ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به زمان اروپای مرکزی از رادیو اینترنتی پژواک دوست پخش میشود. پنج شنبه ها نیز با برنامه جذاب اجتماعی خانوادگی کاوشگر خوشبختی مهمان شما هستیم. شما عزیزان با مراجعه به وبسایت نهاد مدنی بروجردی به آدرس www.bcrgroup.us می توانید به آرشیو رادیو دسترسی پیدا کنید و برنامه های پیشین رو دانلود کنید. ممنونم از شما که امشب نیز شنونده این برنامه بودید. شب خوبی رو برایتان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.